تعداد مشاوران مسلمان در زندانهای بلژیک که روز به روز در حال افزایش است از حدود چهار سال قبل تا کنون و به دستور مجلس ملی بلژیک دولت این کشور موظف شد به منظور جلوگیری از ترویج و تبلیغ عقاید سنیهای هایتون رو و رفتارهای رادیکالی طرح استقرار مشاوران و مددجویان مسلمان با عقایدی معتدر را در زندانها اجرا کند این طرح برخلاف باور برخی از نمایندگان و مسئولین کشوری مبنی بر ناکارآمدی اکنون و پس از گذشت چند سال به خوبی اجرا شده و نتایجی موفقیت آمیز را به دنبال داشته است. آمارهای منتشر شده در ابتدای سال میلادی جدید نشانگر آن است که تعداد مشاوران و مددجویان مسلمان در زندانهای این کشور در مقایسه با کشیش ها روز به روز در حال افزایش است تا جایی که همکنون به ازای هر یک مبلغ مسیحی در زندانهای این کشور چهار مددجوی مسلمان حضور دارند. مدیر کل زندانهای بلژیک در این باره گفت خوشبختانه از زمان شروع اجرای این طرح تا کنون وضعیت عمومی و اخلاقی در زندانها در این کشور رو به بهبودی است و دیگر کمتر شاهد درگیری و ضرب و شتم بین زندانی ها هستیم به گفته یه مدیر کل زندان های بلژیک که حتی در این مدت برخی از این افراد نیز تغییر مذهب داده و به دین اسلام گرویدند